برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. عارف علی رئیس جمهور پاکستان رسما دستور انحلال مجلس شورای ملی این کشور را صادر کرد. سند انحلال پارلمان که اوایل روز پنجشنبه 19 مرداد امضا شده به توصیه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گرفته شده است. طبق قانون اساسی پاکستان دوره پارلمان پاکستان 12 آگوست 2023 میلادی پایان می‌یابد و همزمان با این کابینه دولت نیز منحل و سپس یک دولت انتقالی موقت جهت برگزاری انتخابات عمومی در این کشور ایجاد خواهد شد. انحلال پارلمان پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون انتخابات این کشور عمران خان نخست وزیر پیشین را که اکنون در زندان به سر می‌برد به مدت 5 سال از احراز کرسی دولتی ممنوع کرده است. پلیس پاکستان میگوید که در پی حمله مردان مسلح ناشناس علیه نیروهای امنیتی این کشور در خیبر پختونخوا یک افسر پلیس کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس این حمله زمانی علیه نیروهای امنیتی رخ داده که آنان در حال تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون فلج کودکان در این منطقه بودند. به گفته یک مقام پلیس محلی این حمله در منطقه خیبر پختونخوا در سومین روز کمپین واکسن فلج کودکان رخ داده است. قرار است در جریان این کمپین که به مدت یک هفته ادامه دارد حدود 2.7 میلیون کودک در این منطقه واکسن پولیو دریافت کنند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس اطلاعات، گروه‌های شورشی در پاکستان به دلیل اینکه واکسن پولیو را یک توطئه غرب برای عقیم ساختن کودکان می‌دانند و هر از گاهی تیم‌های فلج کودکان و پلیس را مورد حمله قرار می‌دهند. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج کودکان در آنها هنوز باقی مانده است. پزشکان در آمریکا از پیشتازی سویه جدید کرونا همزمان با افزایش مبتلایان هشدار می‌دهند. سویه جدید از ویروس کرونا به نام AG5 شناسایی شده که هم‌اکنون صدر جدول موارد ابتلا را در بین سایر گونه‌های کووید 19 به خود اختصاص داده است. طبق جدیدترین برآورد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، سویه جدید عامل حدود 17% موارد جدید کووید 19 در این کشور است و سویه دیگری به نام XX1.16 هم با 16% در جایگاه دوم موارد ابتلا قرار دارد. سویه جدید ویروس کرونا به غیر از ایالات متحده در ایرلند، فرانسه، بریتانیا، ژاپن و چین هم به سرعت در حال سرایت است. سازمان بهداشت جهانی اخیراً آن را به فهرست سویه‌های تحت نظارت خود اضافه کرده است.